درود بر شما. میخوایم این اسیلوسکوپ رو با هم بررسی کنیم. اول ببینیم چه چیزهایی داره. این کابل و همراهش بود. این خود اسیلوسکوپه. یه برگه برای یوزر هست. این برگه مونتاژه. در اینجا نحوه استفاده و مقادیر رو زده. مربوط به شرکت خاصی نیست چون آرمی نداره. یک پروژه هست. 4 تا دکمه داره. یه دکمه چرخان یا ادجاست داره. در اینجا AC, DC و گراند. همون حالت کوپلینگ اسیلوسکوپ. در اینجا یک خروجی 1 کیلوهرتز داره به صورت مربعی. و اینجا هم نوشته ماکسیموم 50 ولت پیک تو پیک. این ورودی. DC 9 ولت. اینم آن و آف. خب روشنش کنیم. منبع تغذیه رو متصل میکنم. روشن کنم منبع رو. 9 ولت 200 میلی آمپر تنظیم کردم. این دکمه آن هست. خب بریم گزینه‌هاش رو بررسی کنیم. برای بررسی دکمه ها باید یک سیگنال رو وارد دستگاه کنم. از فانکشن جنراتور روی میز خودم استفاده میکنم. اینجا ورودیه. این سیم های فانکشن جنراتوره و این برای اسیلوسکوپ. منفی رو به منفی میزنم، مثبتم به مثبت. فانکشن جنراتور روی میز منه. شما فانکشن جنراتور رو نمیبینید. روشنش میکنم. رو حالت سینوسی تنظیم شده. خب بریم گزینه ها رو بررسی کنیم. فعلا میخوام این نوشته های روش رو بردارم. دکمه ادجاست رو فشار میدم و نگه میدارم. نوشته ها رفت. در واقع اطلاعات رو حذف کردم. خب یک بار رو دکمه ولت دیویژن میزنم. در اینجا هایلایت شد. نوشت 10 ولت. دکمه ادجاست رو میچرخونم. شد 2 ولت. 1 ولت. دوباره میچرخونم. الان 20 ولت هستش. حالا یک بار دیگه رو این دکمه میزنم. هایلایت از بین رفت. حالا دکمه ادجاست رو میچرخونم. دارم مکان شکل موج رو تغییر میدم. تقریبا پاسخگویی خوبی داره. یعنی به سرعت دستورات رو اجرا میکنه. یک بار دیگه رو این دکمه میزنم. دوباره دکمه ادجاست. بس میتونم اندازه شکل موج یا ولتاژ رو در اینجا تنظیم کنم. این برای نمایش است نه برای تنظیمات خروجی. روی 20 ولت. آوردمش روی 50 ولت. حالا یک بار این دکمه رو فشار میدم و نگر میدارم. در اینجا نوشت X1. اگر بشه خوب دید. اینجا. یک بار دیگه دکمه رو فشار میدم و نگر میدارم. در اینجا نوشت X10. روی پروب اسیلوسکوپ نوشته X10 و X1. بس باید این تنظیم با پروب یکسان باشه. بس با نگه داشتن این دکمه این کار رو انجام میدیم. بس یک بار دیگه میزنم. هایلایتش برداشته میشه. هایلایت این ولتاژ. حالا با دکمه ادجاست میتونم مکان شکل موج رو تغییر بدم. حالا میام دکمه دوم. در اینجا دقت بفرمایید هایلایت شد. مربوط به زمان هست. دکمه ادجاست رو میچرخونم. الان روی 1 ثانیه هستم. 2 ثانیه. حالا یه بار دیگه روش میزنم. از حالت هایلایت خارج میشه. ولی چی انتخاب میشه؟ اینجا نوشته دیوتی سایکل. اینو در ادامه براتون خواهم گفت. این دکمه رو نگر میداریم، بقیه رو ادامه بدیم. در اینجا نوشته AC. کجا تنظیم کردیم؟
این بالا. ورودی کوپلینگ ما ACه. تو حالت AC ما اگه ولتاژ DC داشته باشیم نمیبینیم. پس کوپلینگ رو اگر ببرم رو حالت DC، یه دونه فشار میدم بره بالا. الان اگه سیگنال ما ولتاژ DC هم داشته باشه خواهیم دید. به چه حالت؟ این سیگنال از وسط به سمت بالا یا پایین حرکت میکنه با توجه به نوع ولتاژی که همراه سیگنال وجود داره. خب بس این حالت کوپلینگ بود. حالا دکمه تریگر. یه بار رو تریگر میزنم. این بالا ما تغییرات رو میبینیم. من دستگاه رو کمی کج نگه داشتم تا اینجا خوب خونده بشه. یه بار دیگه رو دکمه تریگر میزنم. در اینجا رنگش عوض شد. یه بار دیگه. حالا در اینجا رو لبه. حالا اگه من این ادجاست رو بچرخونم، یه فلش آبی رنگ کوچیک اینجا هست. این حرکت میکنه. نگاه کنید شکل موج ما پایدار نیست. میچرخونمش. یعنی دارم تریگر رو تنظیم میکنم. بس تونستیم شکل موج رو پایدار کنیم. حالا یه بار دیگه روش میزنم. الان در حالت آتو هستیم. اگر من دکمه ادجاست رو بچرخونم، رفت رو سینگل و در اینجا نوشت استاپ، یه بار دیگه میچرخونم، رفت رو حالت نرمال، یه بار دیگه رفت رو حالت آتو، ولی تا این دکمه استاپ در اینجا نشون داده میشه سیگنال حرکت نمیکنه. یه بار دیگه میزنم، دوباره داریم سیگنال رو میبینیم. بس حالت های تریگر، آتو، سیگنال و نورمال رو به کمک دکمه تریگر و ادجاست باید تنظیم کنیم. کار کرده دکمه اوکی رو هم یاد گرفتیم. پس این اوکی باعث میشه که من بتونم حالت ران یا استاپ رو داشته باشم. خب تا اینجا خیلی ساده بود. حالا برگردیم دوباره اینجا. وقتی این بخش هایلایت شده، من میتونم زمان رو تغییر بدم. که اینو قبلا براتون گفته بودم. ما میدونیم برای تنظیم پروب ها غالبا در اینجا ما 1 کیلوهرتز رو داریم. رو بیشتر اسیلوسکوپ ها هست. ولی این خروجی رو ما میتونیم تنظیم کنیم. برای اینکه بتونیم از این استفاده کنیم، من میخوام از اسیلوسکوپ روی میز خودم استفاده کنم تا شکل موج رو اونجا بهتون نشون بدم. ولی برای نمایش اطلاعات دکمه ادجاست رو فشار میدم و نگر میدارم. در اینجا شما اطلاعات رو میتونید ببینید. البته میتونم شکل موج رو همینجا هم بهتون نشون بدم. اول همینجا تست کنیم. فانکشن جنراتور روی میز رو خاموش کردم. گیره سوسماری قرمز رو به اینجا میزنم. در اینجا منفی ها از داخل به هم متصلن. خب شما شکل موج مربعی رو دارید میبینید. این دکمه رو فشار میدم و نگر میدارم تا گزینه ها از بین بره. روی دکمه اول میزنم تا اینجا هایلایت بشه. ادجاست رو میچرخونم. کمی شکل موج رو بزرگ کردم. یه بار دیگه روش میزنم. از حالت هایلایت خارج شد. حالا اینو میچرخونم. حالا میام دکمه دوم. نوشته second division. در اینجا هایلایت شد. ادجاست رو میچرخونم. الان شما شکل موج مربعی رو میبینید. خب این شکل موج در خروجی وجود داره. در اینجا دقت بفرمایید که اینجا هایلایت شده. یه بار دیگه روی این میزنم. این بخش بالا هایلایت شد. اینجا نوشته دیوتی سایکل. حالا این دکمه وسط رو بچرخونم. دیوتی سایکل داره تغییر میکنه. دقت بفرمایید. آوردمش روی 12. یه بار حالا این دکمه وسط رو فشار میدم. اومد اینور. نوشته PWM کیلوهرتز. حالا اینو میچرخونم. دارم فرکانس رو تغییر میدم. یه بار دیگه رو این دکمه میزنم. دوباره رفت رو دیوتی سایکل. میچرخونم. پس میتونیم خروجی دیوتی سایکل اینجا رو تنظیم کنیم. دوباره این دکمه رو میزنم. از تنظیمات PWM خارج میشه. اومده رو حالت زمان وایساده.
حالا همین تنظیمات رو میخوام سیف کنم. همین دکمه رو فشار میدم و نگه میدارم. گزینه سیف رو نوشت و تنظیمات رو ذخیره کرد. بس یک بار دیگه. روی این دکمه هستیم. اگر این دکمه وسط رو تو همین حالت فشار بدم، در اینجا یک علامت هم دیده میشه که نشون میده به عنوان خروجی هست. حالا روی این دکمه میزنم. دیوتی سایکل هایلایت شد. میتونم بچرخونم. الان رسیدم به 69%. دوباره دکمه وسط رو میزنم. حالا رفتم رو فرکانس. میتونم فرکانس رو کم و زیاد کنم. حالا دوباره روی این دکمه میزنم. برگشت روی زمان. ولی همچنان این علامت در این بالا هست. دکمه وسط رو فشار میدم. علامت خروجی روی PWM برداشته میشه. حالا اگه همین دکمه وسط رو فشار بدم و نگه دارم، اطلاعات ظاهر میشه. حالا همین موضوع رو میخوام روی اسیلوسکوپ روی میز ببینیم. خب اول براتون بگم چیکار کردم. این ورودی اسیلوسکوپه که پروب قرمز رو زدم به این بخش بالا، خروجی این دستگاه. منفی ها هم به هم متصل. پس رو صفحه ما دیگه چیزی نمیبینیم. در واقع ما داریم خروجی این دستگاه رو روی این اسیلوسکوپ میبینیم. رو دکمه دوم میزنم. زمان. این دکمه رو میچرخم. هیچ تغییری در اینجا ما نمیبینیم. حالا یک بار رو این دکمه فشار میدم. این نماد در اینجا ظاهر شد. اینجا. حالا یه بار دیگه رو این دکمه میزنم. دیوتی سایکل آبی شد. اینجا. حالا دکمه ادجاست رو میچرخونم. به اسیلوسکوپ روی میز دقت بفرمایید. دیوتی سایکل داره تغییر میکنه. از طریق دکمه ادجاست یا دکمه چرخش. حالا یه بار دیگه رو دکمه وسط میزنم. در اینجا دقت بفرمایید، میتونم فرکانس رو تعیین کنم. دکمه ادجاست رو میچرخونم. پس فرکانس رو داره تغییر. حالا رو دکمه دوم یه بار دیگه میزنم. دوباره برگشت به زمان. اگر ولوم رو بچرخونم هیچ تغییری رو نمیبینیم، چون این دکمه تنظیمات رو در اینجا تغییر میده، نه روی اسیلوسکوپ من. ما فقط داریم خروجی رو چک میکنیم. حالا یه بار دیگه رو دکمه وسط میزنم، فشار میدم. این نماد از اینجا برداشته میشه. خب یک بار دیگه دستگاه رو به فانکشن جنراتور روی میز متصل کردم. حالا میخوام شکل موج رو تغییر بدیم تا ببینیم به چه سرعتی شکل موج تغییر میکنه. الان میبرم رو مربعی. میارم رو سینوسی. مثلثی. حالا میارم رو رمپ. دوباره برمیگردونم رو سینوسی. خب زمان پاسخ‌دهیش بد نبود، ولی به عنوان یک دستگاه کمکی تا 50 ولت هم بیشتر قبول نمیکنه. صفحه نمایش و اندازه دستگاه چندان بزرگ نیست. جایی که نیازه شما یک شکل موج رو ببینید میشه از این دستگاه استفاده کرد، ولی برای کارهای حرفه‌ای مناسب نیستش. هیچ برند خاصی هم روش نوشته نشد. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.